سرخط خبرها رهبر دلها امشب به شمال کشور بازگشت فروپاشی و شکست پی در پی تاجکان در سراسر سر افغانستان آغاز شد جبهه مقاومت به مردم تارههایی از استبداد گروه جهل لحظه آرام نخواهیم نشست فرمانده ارتش امریکا تابستان آینده حملات دایش در افغانستان افزایش میابد و لیزینسکی موضوع اوکراین و روسیه در مذاکرات واقع بینانه تر شده است با یاد خدا به مجموع خبری مهم این کانال خوش آمدید تقاضا میکنیم تا آخری این ویدیو با ما باشید جبهه مقاومت به مردم تارهایی از استبداد گروه جهل لحظه آرام نخواهیم نشست. جبهه مقاومت روز سه شنبه 24 هود در اعلامیه به مناسبت 24 هود سال روز قیام مردم هرات گفته است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان قرار گرفته است و آنان میخواهند با زور میلی تفنگ حاکمیت مستبددانه خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. در این اعلامیه که از سوی سبغتلا احمدی سخنگوی جبهه مقاومت نشر شده آمده است جپی مقاومت برای مردم اطمینان میدهد که تا رهایی از استبداد گروه جهل لحظه آرام نخواهد ماند در سالهای گذشته جهادی های سابق از جمله محمد اسماعیل خان در مراسم از 24 هود در اراد گرامی داشت می امسال اما مقام های محلی طالبان در هرات در یک مراسم از این روز گرامی داشت کردند. نماینده ویژه امریکا بدون حضور زنان و ایجاد حکومت همشمول درگیری در افغانستان پیشتر خواهد شد رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان میگوید بدون مشارکت زنان و گروه های مختلف در ساختار حکومت افغانستان این کشور درگیر جنگ پیشتر خواهد شد رینا امیری در مراسم اهدای جایزه زنان شجاع از مبارزان زنان افغان دفاع کرد و آنان را مصادقه شجاع خوان که باید تقدیر شوند در حالی که در کابینه طالبان هیچ زن حضور ندارد خانم امیری تصریح کرد که زنان در همه جا بخش مهم از ساختار همه شمولند و مبارزه زنان افغانستان در راستای تلاش های امریکا برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نیز است او افزود مبارزه زنان افغان برای افغانستان که در صلح با خود و با همسایهاش باشد بخش از تلاش جمعی امریکا نیز است نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زنان از تمامی حقوق خود محروم شدند او علاوه کرده است که نزدیک به چل میلیون افغان در یک وضعیت بحران بشری قرار دارند و دختران و زنان افغان بیشتر از هر زمانی دیگر هزینه آن را میپردازند این نماینده بلندپایه امریکا برای افغانستان از جامعه جهانی خواست که برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان از زنان و دختران حمایت کند. فرمانده ارتش امریکا تابستان آینده حملات دایش در افغانستان افزایش میابد. جنرال مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش امریکا روز سی شنبه بیسته در صحبت با کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور درباره از سرگیری فعالیت گروه دایش در تابستان سال آینده هشدار داده است مکنزی گفته است که حکومت سرپرست افغانستان در تلاشهای خود برای سرکوب دایش در این کشور شکست می خورد و احتمال دارد که با نزدیک شدن به ماههای تابستان حملات تروریستی دایش افزایش یابد شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از مکینزی نگاشته است طالبان در تلاش برای حفظ فشار بر دایش هستند آنها برای انجام این کار مشکل دارند. او خاطر نشان کرده است که در ماهای اخیر دایش برخی حملات بزرگ را در افغانستان از جمله در شهر کابل پایتخت کشور انجام داده است و گفته ای وی این حملات حتی پیش از افزایش این گونه حملات بوده است. مکینزی گفته است ما از زمستان بیرون میاییم آییم به طور سنتی اوکنون فصل جنگ آغاز می شود. از نظر من احتمال دارد که با ارور به تابستان حملات تا در افغانستان افزایش یابد. لزنسکی موضوع اوکراین و روسیه در مذاکرات واقع بینانه تر شده است. لزنسکی رئیس جمهور اوکراین اوایل صبح روز چهارشنبه 16 مارچ گفت که موضوع اوکراین و روسیه در مذاکرات سال به واقع بینی نزدیک شده است. اما زمان پیشتر لازم است و گزارش رویترز یک مقام ارشد اوکراینی نیز روز سه شنبه گفته بود که مذاکرات با روسیه بسیار دشوار است اما با مطمئن میتوان گفت که جایی برای سازش وجود دارد این مقام گفته است که مذاکرات برای روز چهارشنبه ادامه می یابد با این حال لزنسکی گفته است جلسات ادامه دارد و من مطلع هستم که موضوع در جریان مذاکرات از قبل بینانه تر به نظر می رسد اما هنوز زمان نیاز است تا تصمیم در راستای منافع اوکراین باشد. رهبر دلها امشب به شمال کشور برگشت. فرمانده جان محمد حقجو من حیث فرزند مجاهد این کشور دوباره برخواهیم گشت از تمامی ملت مجاهد پرور به خصوص شمالی بزرگ کاپیسا پروان و کدامن و پنشیر فروتانه استدعا می کنم یک باری دیگر آماده برای نبرد تاریخی باشند، تا دوباره سند آزادی و حیات جامعه را به دست نظام مردم سالار بسپاریم. همچنان شکست روز تاجکان فروپوشی منابع قدرت تاجکستان فصل شکست های پی در پی خبرگزاری کایوان نیوز جامعه تاجک افغانستان با فروپاشی سنگین منابع قدرت مواجه هستند شکلگیری منابع قدرت در جوامع توده سنتی دارد و تحت شرایط تاریخی مشخص با توجه به الگو و میارهای سنتی منابع قدرت در این گونه جوامع تعریف شده و شکل میگیرند تاجکان هم به لحاظ ساختارهای سازمانی دچار ضعف شدند و هم منابع قدرت مردمی متکی به شخصیتها دچار خرابی شده است جمعیت اسلامی حیث مهمترین سازه سیاسی نظام بعد از ظهور جامعه جهانی در کشور زیر فشارهای پشتون و مکارگی های سیاسی آنها علیه جامعه تاجیک افغانستان دچار چند دستگی شد دو مرکز مهم جمعیت در غرب و شمال شرق کشور قرار داشت یکی کابل به حیث کانون و قدرت جمعیت که تا زمان شهادت استاد ربانی همچنان نقش اصلی را در بازی های سیاسی به نمایندگی از تاجکان افغانستان داشت در غرب کشور امیر اسماعیل خان نقش تعیین کننده در مناسبات قدرت این بدنه ای کشور داشت و با توانمندی های ویژه نظامی توانسته بود پیش از سی سال به خوبی از حقوق تاجکان در جنوب غرب کشور دفاع کند اتاق فکر پشتون با درک این دو منبع بسیار جدی قدرت تاجکان دست به اقدامات شدید علیه این منابع زدن واگذاری قدرت به پشتون در اجلاس بن چه به اثر یک گونه حماقت سیاسی انجام شده بود و چی ناشی از خود خواهی نماینده های تاجک در جلسه بند شد و یا هر چیز دیگر واقعیت این است که نقطه آغاز فروپاشی اقتدار شکل گرفته تاجکان بود سپاس که تا اینم با ما بودید تا ویدیوی دیگر به